رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقای علیجانی، رسانه‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای همونطور که در گزارش هم دیدیم به نوعی دارن حفاظت میکنن از کاترین شکدم و همزمان هم دارن اعلام براءت میکنن از اون. آیا واقعا اون نگران اطلاعاتی هستن که خانم شکدم داره یا موضوع دیگه ای در میونه؟ با سلام. راستش من وقتی مصاحبه خانم شکدم رو با بی بی سی میدیدم احساسم بود که مصاحبه شیرین نجفی رو با ایران اینترنشنال میبینم. البته این فقط احساسم بود، ولی عقلا واقعا نمیخوام هیچ قضاوتی بکنم. تو همین چند ساعت که با شما قرار مصاحبه رو گذاشتم، من یک جستجوی کردم در فضای مجازی. نکته جالبی که دیدم این که ایشون 7 سال قبل اینکه با ایران همکاری بکنه و این مباحث پیش بیاد، مشاور و تحلیلگر مؤسسه امنیتی و ژئواستراتژیک بوده که تأسیس اسرائیل به اسم ویکی استره، و همچنین مشاور مؤسسه امنیتی و نظامی دیفنس آن لیمیتد کانادا. این بک‌گراند شغلی ایشون هست. اما من واقعا الان 2 سوال برام مطرحه، شاید برای همه بینندگان شما و ایرانی ها از جمله همین سوال شما بود. اینکه شخصیت واقعی ایشون چیه؟ ایشون کدوم نقشش اصلیه؟ اون که در نشریه تایمز اسرائیل در اون بخش وبلاگ‌هاش می‌نویسه که من هیچگاه مسلمان نشدم، یعنی یه یهودی سکولاره و میگه از احکام اسلام منزجرم، این شخصیت واقعیشه؟ یا اونی که در مصاحبه‌هاش تو ایران، در مصاحبه‌های مکررش در ایران گفته و واقعا شگفت‌انگیز، یه شیعه که امامت آقای خامنه‌ای رو قبول داره، شیعه ولایی ایران و وطن خودش میدونه، همه عمرش رو می‌خواد صرف تبلیغ شیعه بکنه، ضد یهودش، تنها راه برخورد با اسرائیل مبارزه مسلحانه میدونه، با حماس از حماس حمایت میکنه، معتقدی که رمز پیروزی جمهوری اسلامی این بوده که رهبرانش هیچ کار رو اصولشون سازش نکردن، طرفدار قاسم سلیمانی، 2 بار راهپیمای اربعین میره و و که واقعا شگفت انگیزه. کدوم شهرش شهره اصلیه؟ این یک. دو، اینکه او چجوری در یک سیستمی که توهم توطئه داره از این آسانسور گرفته رفته بالا؟ آیا او به صورت فردی، مثلا یه خانومی ادعا کرده، البته تو مصاحبهش هم که خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از مشرق زده گفته من خانواده‌ام کاتولیکن، یعنی یهودی بودنش رو پنهان کرده. حالا یه خانومی که دعوت شده برای یه کنفرانسی، از اونجا با چه کسانی وارد ارتباط شده؟ و آیا مثلا شکل سادهش اینه، به عنوان یه فرد مسیحی مسلمان شده و یه خانومی که حالا نمیدونیم، واقعا نمیخوام قضاوت بکنم، از روابط شخصیش هم استفاده کرده یا نه، سوار این آسانسور شده رفته بالا؟ ساده ترینش اینه، میخواسته سر در بیاره با اون مؤسسات که داره کار میکنه. خب میشه قضاوت کرد. دوم این که آیا نه فردی نبوده، یه شبکه ایشون رو سوار آسانسور کرده و بالا برده. اگه حالا به سوال شما برگردم، بله، دست و پا و ولوله‌ای که افتاده ناشی از 2 تا نمیدانم است که ما نمیدونیم واقعا آیا او دسترسی به اطلاعات خاصی داشته. تا اینجا چیز خاصی، اطلاعات خاصی، این که جمهوری اسلامی میخواد بمب اتم درست کنه، اسرائیل رو نابود کنه. آقای خامنه‌ای رسما گفت اسرائیل یک کشور نیست، یک پادگان تروریستی است. این خیلی معنا داره، یعنی کل اسرائیل رو ما میتونیم نابود کنیم. این چیز جدیدی نیست. دوم، آیا مرتبطین با اون نقطه ضعف فردی خاصی داشتن؟ به نظر من این نهادها میخوان این 2 تا موضوع رو پنهان بکنن. من واقعا نیت ایشون رو نمیدونم، شخصیتش رو هم نمیشناسم، ولی رو کارکردش میتونم قضاوت کنم. هر کسی در ایران بیشترین سود رو از تنش دائمی جمهوری اسلامی با آمریکا طرفداران، یعنی اسرائیل و روسیه میبره. سفروف گفت در مصاحبه با همین ایران اینترنشنال که ایران غربگرا برای ما از ایران اتمی خطرناکتره. حالا هرچی این خط برخورد ایشونه، تشدید برخورد با اسرائیل و تایید و تحکیم برخورد شدید ایران با آمریکا. حالا در ایران هر کی این تنش رو تشدید بکنه، به گمان من یا یه نوع بلاهت سیاسی و عقیدتی و جزمیت سیاسی عقیدتی داره، 1، 2 منافع اقتصادی داره، 3 جاسوس و نفوذی اسرائیل یا روسیه است. ممنونم. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس.